HEDP یا برنامه انکشاف تحصیلات عالی. امروز جوامع در عصر رقابت همسانسازی و توسعه جهانی قرار دارند. تحصیلات عالی یکی از نیازهای مهم و بنیادی این رقابت‌ها شمرده می‌شود. افغانستان از نزدیک به دو دهه به این سو تلاش کرده است که به نحوی وارد رقابت‌های توسعه‌ای جهانی شود و در رشد و برابری با جوامع دیگر گام بردارد. ایجاد مؤسسه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی در چارچوب وزارت تحصیلات عالی را می‌توان فصل جدیدی برای توسعه تحصیلی و بردن افغانستان به سوی توسعه و همسانسازی جهانی دانست. با وجود آمدن موج جدید مؤسسه ها و پوهنتون های عالی و نیمه عالی، بلند بردن معیار، کیفیت و ارتقای ظرفیت نیاز دیگر بود که افغانستان را به سوی برابرسازی جهانی سمت و سو می داد. از همین رو وزارت تحصیلات عالی دنبال راه های ایجاد تغییر و بهترسازی کیفیت تحصیلی بود. پروژه تقویت تحصیلات عالی یا شیپ یکی از برنامه هایی بود که در چارچوب وزارت تحصیلات عالی روی دست گرفته شد. این پروژه تا سال 2013 ادامه داشت. پس از پایان یافتن پروژه شیپ، HEDP یا برنامه انکشاف تحصیلات عالی زیر چتر وزارت تحصیلات عالی و با حمایت بانک جهانی روی دست گرفته شد. HEDP یا برنامه انکشاف تحصیلات عالی حالا یک نام آشنا و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین برنامه‌های ارتقای ظرفیت و کیفیت تحصیلات عالی افغانستان شناخته می‌شود. اما HEDP از آغاز سال 2015 به این سو کدام راه‌ها را پشت سر گذاشته است تا به این موفقیت‌ها رسیده است و یا اینکه این برنامه در کارنامه 5 ساله‌اش چه دستاوردهایی داشته است؟ برنامه انکشاف تحصیلات عالی یا HEDP یکی از پروژه‌ای است که به تعقیب پروژه تقویت تحصیلات عالی به نام شیپ بوده که شیپ در سال 2013 اختتام یافت و به تعقیبش همزمان وزارت تحصیلات عالی با همکاری بانک جهانی در سال 2013 تا اواخر سال 2014 یک تیم تکنیکی را خود زیر چتر یک گرانت آمادگی برنامه های تحصیلات عالی بود که به نام PPG یاد می شد یا Project Preparation Grant. در اون زمان یک تیم تکنیکی استخدام شد که همزمان باید دو کار را پیش می بود. یک کاری که باید اینا بالای پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی کار می کرد، پلان استراتژیک دوم البته که از سال 2015 تا سال 2020 است و همزمان خود پروژه یا برنامه HEDP با اساس پلان استراتژیک باید با نمو پرایوریتی یا نمو اولویت هایی که در پلان استراتژیک است با اساس از او باید دیزاین و تنظیم میشد. خوشبختانه تا اوایل سال 2014 ما توانستیم که یک خاکه نهایی پلان استراتژیک داشته باشیم و همزمان یک خاکه برنامه انکشاف تحصیلات عالی را داشته باشیم. فعالیت‌های برنامه انکشاف تحصیلات عالی یا HEDP در کل به 5 بخش یا شاخه تقسیم شده است که این 5 بخش در حقیقت نقشه راه HEDP را می‌سازد. ثبت نام و جذب دختر خانم‌ها در رشته‌های دارای اولویت، نوسازی و بلند بردن سطح کیفیت آموزش و یادگیری، ارتقای مهارت‌های مسلکی و علمی استادان، تقویت رهبری، تضمین کیفیت و اعتباردهی، ترویج تحقیقات توسعه محور. بلومی توبلرون کو پروگرامونو لکه انجینیری، ساینس، کرنه، تیب او داس نورو پروگرامونو که دی خزینه از دکون کو دی جذب دی زیادوالی لپارم دلورو دکلو پرختیهی برنامه یو لر مهم او رخناک کارونه تر سرکدی دی بلگ پتوگه دی خزینه از دکون کو لپارا دی ترانسپورتی سهولتونو رامانست کول، د کانکور په ملي ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو لپاره د ځانګړو سیټونو تخصیصول، په پوهنتونونو کې د مشورتي خدمتونو د مرکزونو جوړول، په پوهنتونونو کې د وړکتونونو جوړول، د ښځینه زده کوونکو لپاره د لیلیو جوړول او همدارنګه په پوهنتونونو کې د ښځینه زده کوونکو لپاره د معیاري تشنابونو جوړول شامل دي. دلایل که چرا دخترها بعد از اینکه به پتون را پیدا میکنن دوباره درسای خود به پتون ادامه نمیتن، چند دلیل عمده ای بود که ما مثلا در ولایات ما
جای بوده باش برای دختر خانم ها نداشتیم، همچنان مشکل رفت آمد خیلی زیاد داشتن. بنابراین تونستیم که با همکاری بانک جهانی و HEDP وزارت تحصیلات عالی تقریبا 5 لیلیه در 5 ولایت که ولایت هلمند، بامیان، تخار، کنر و بادغیس است برای دخترها که در حدود زیاد مشکلات اینا رو تونستیم حل کنیم. مشکل دوم از اینا که بود ترانسپورت و رفت آمد، چون اینا به ترانسپورت شهری دسترسی نداشتن و از نگاه اقتصادی هم نمیتونستن ترانسپورت شخصی بر خود تهیه کنن. بالاخره HEDP در 25 ولایت که دخترها بیشتر تعدادشون بیشتر بود و مشکلات زیادتر نداشتن، ترانسپورت رایگان تهیه کردن. همچنین مشکلات دیگری که خانم ها داشتن، مشکلات ازی بود که بیشتر دختر خانم ها از استراب، استرس و دیگه مشکلات روانی، حتی مشکلات اکادمیک اینا رنج می بردن و ای باعث می شد که اینا نتانند کنتینو تا آخر ادامه بتر. بنابراین ما تانستیم که شروع زیرا باعث یک پایلوت پروژیکت از پنتینو تعلیم تربیه خدمات مشاوری روانی و اکادمیک بر محصلین ارائه کنیم که اولین مرکز مشاوری ما در پنتینو تعلیم تربیه و دومیش در پنتینو کابل افتتاح شده. البته مراکز مشاوره ما هم مراکز استاندارد هستند و مشاورین ما هم همیشه متخصص هستند. در پهلوی از این 4 مرکز مشاوری دیگه هم تکمیل است و آماده فعالیت است که در ولایت جوزجان، بلخ، بامیان و هرات است. کمک‌ها و فعالیت‌هایی را که بانک جهانی یا HEDP امرای پنتون علوم طبی کابل داشتن در بخش‌های مختلف است. یکی هم یک اراده موتر کاستر است که به همکاری تکنیکی بانک جهانی برای محصلین پنتون علوم طبی کابل داده شده و در قسمت کودکستان تهیه و تجهیز کودکستان است که کودکستان ما را به شکل استاندارد آماده ساختن و او را تسلیم زن فعلا مورد استفاده قرار میگیره و همچنان 50 بورسیه است که به شکل نقدی بر محصلینی که توانایی ندارن و او به عنوان همکاری با برنامه حمایت از زنان آسیب پذیر است که ماهانه اونا یک مقدار پول میگیرن به شکل نقدی که از او استفاده میکنن در رفت و آمد خود، کرایه و بقیه بخشایی که ضرورت دارن محصلین. HEDP پروگرام او یا هم دلورز دو پرو پرمختیای پروگرام داز موج لپاره دیر شدی او واقعا موج دی پروسیس خدیر زیات راضی او خوشحاله یو او څنګه چې ټولنه د نارینه او ښځو څخه جوړ شوې دي نو تبن څومره چې نارینه په یو ټولنه کې سهم اخلي یا په تعلیم کې سهم اخلي نو دومره باید ښځې هم موجود وي او واقعا د دې پروګرام په ذریعه سره موږ فعلا دغه شی په سترګو وینو یا هم موږ د دغه وضعیت څخه ډېره راضي یو ځکه اوس یوازې نارینه نه بلکې ښځې هم پوهنتون ته راځي او درس وایي او کوشش کوي چې تعلیم ترسره کړي. د HEDP د موسیقي ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته سہولت برابر کړ د هاستل لپاره د تشناوونه او اشپزخانه یا نور هغه وسایل چې موږ ضرورت لرو هغه موږ ته مهیا کړی. نوسازی و بلند بردن سطح کیفیت آموزش و یادگیری. هدف کلی این بخش کمک به پوهنتون‌ها در معرفی روش‌های تدریس مبتنی بر نتایج OBE و آموزش شاگرد محور یا SCL و هماهنگسازی شیوه‌های درسی با معیارهای بین‌المللی فعلی در تحصیلات عالی و همچنین ایجاد بخش ICT یا ساخت مراکز تکنولوژی معلوماتی در پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلی نیز شامل بخش‌های کاری این برنامه است. سیستم موجود و پوهنسان تو پوهنتونونو که چه استاد به ماغه په سابقه میتود باندې روان خپل چپچر سره خپل نوٹ سره مسرین رول په صنفونو کې ډیر کم وو. مسل به صرف استاد ته غوږ نیولی او په یو صنف کې به د 50 نه جګ شپېتو پورې حتی تر بعضو پوهنتونو کې تر اویا نفرو پورې په یو صنف کې دی موجود وو. نو څنګه موږ وکولی شو چې دغه مسله په ورو ورو باندې موږ تغییر نو دا د مهمه کمپوننت چې خپل د پلان استراتیجیک دی. د دې په اساس اول ځل په 2015 په آخر کې اولین وار چې د خپل شاګرد محوري او یا نتیجه محوري ورته وایي یا OBE SCL مو په افغانستان کې انټروډیوس کو یا معرفي کو. سال 2016 24 استاد من حیث OBE SCL ماستر ترینر آموزش دیدن و تقریبش در سال 2017 22 نفر و همچنان در سال 2018 22 نفر دیگر از استادا در قسمت ادوانس او بی سی ال تی او تی ورکشاپ در پانتون یو تی مالزیا آموزش دیدن که مجموعا تعداد استادایی که من حیث او بی سی ال ماستر ترینر از 24 پانتون دولتی می باشد به 68 نفر می رسد. به این منظور یک پرسشنامه ما تا
طرح کردیم. در این پرسشنامه سوالات مشخصی بود در قسمت وریفای کردن یا تصدیق از تطبیق خود روش های OBE و همچنان روش های SEL. و سالانه ما این را انجام میدیم و خوشبختانه دیتایی که ما جمع‌آوری کردیم نشانگر از این است که استادا تا حد المقدور تا فیصدی بسیار زیاده همین روش ها را در صنف خودم پرکتس میکنن و خیلی از این روش ها رضایت خوب دارم. یک دو ساله که ما از مالزی آمده ترنینگ های متعدد را بر اساتید دیپارتمنت های مختلف پانتون برگزار کردیم که در حدود 50 تن از استادان دیپارتمنت های مختلف در این بخش ترنینگ دیدن توسط ما و همشان اعضای کمیته نصاب پانتون شدن که بعد از حضور از اینا در کمیته نصاب پانتون تغییرات بسیار گسترده در نصاب درسی دیپارتمنت های مختلف با وجود آمده و بعضی اوقات که ما میریم به صنفایشان میبینیم نحوه تدریسشان، حالت های آموزشیشان و نحوه ارزیابیشان کاملا تغییر کرده و دانشجویان هم از این موضوع بسیار زیاد خرسند به نظر میرسند به خاطر از اینکه حال بیشترین تاکید از تمام استادا بر این است که رضایت و نیاز محصلین توسط از این برنامه های آموزشی به دست بیاد. ما شخصا در یک ترنینگی که به کشور مالزی روی این برنامه اعزام شده بودم فعلا برنامه ما خوشبختانه تکمیل شده و برگشتیم به افغانستان و قرار است که در زمستان سال 1308 تعداد 30 تن از استادان دانشکده های مختلف البته در رست این دپارتمنت استادایی که در حقیقت به عنوان ترینر که همون ویژگی شرایط پروگرام داشته باشند اونا در برنامه اشتراک میکنند. بخش پی دی سی داریم، پروفیشنل دیولپمنت سنتر ها میگه برش، مراکز انکشاف مسلکی استادان است که امی تمام علم جدیدی که در بخش اکادمیک می یا نوآوری هایی که در بخش اکادمیک می از طریق پی دی سی ها برای تمام استادای افغانستان باید اینا انتقال یابد و پی دی سی یک واحد است که در هر پانتون دنیا موجود است و بعضیشان به نام پروفشنال دیولپمنت سنتر است، بعضیشان به نام استاف دیولپمنت سنتر است و بعضی پانتون هم دیگر نامو برش میته، ولی در مجموع امی خود لایه وظایفش و کارش یک رقم میباشه که تمام نواری هایی که در اکادمیک میه استادای هر پانتون از طریق پی دی سی با شکل متداوم باید ترینینگ ببینن. استاد سال 1397 هجری شمسی در این مرکز ما به تعداد حدود 30 چند تن استاد در بخش های OBE و SEL آموزش دادیم و عملا فعلا اینا اساسات این بخش ها را به درست خود تطبیق میکنن و علاوه از این امسال که در بشری است به 54 تن از اساتید رشته های مختلف پانتون پل تخنیک ما برنامه آموزشی در بخش OBE و SEL یا تعلیمات مبتنی بر نتایج و محصول محوری و ضمناً در بخش ریسرچ متدولوژی و همچنان چاپ نمودن مقالات در ژورنال های بین المللی پروگرامه پی در پی در نظر گرفتیم که تا 3 ماه زمستان در هفته های مناسب ما این پروگرامه را البته به ابتکار خود اساتید که قبلا یا آموزش ها را دیده راه‌اندازی خود کردیم. برنامه انکشاف تحصیلات عالی در بخش دگرگون سازی و ایجاد تغییر در روند تدریس نیز کارهای قابل توجهی کرده است. جاگزین کردن روند تدریس نوین به جای تدریس قدیمی و روش‌های متروک یکی از برنامه‌های اصلی این بخش کاری بوده است. دومی که زیر اثر پروژه برنامه انکشاف تحصیلات عالی است، او خود می نوسازی و یا مدرن‌سازی سیستم تحصیلات عالی است که ما به انگلیسی میگیم مدرنایزیشن و در این کامپوننت به دو بخش بسیار عمده فوکس میشه که او یکیش خود ایجاد زیربنا و لوازم و
مهیا ساختن لوازم و خود تکنولوژی است که ما را آی سی تی سنتر را میگیم. مراکز که ایجاد میشه با یک بسیار خوب اینترنت بندویت باید داشته باشه و حداقل در یک زمان 100 محصل و یا 100 نفر استاد بتونه از او آی سی تی سنتر استفاده کرده بتونه. و تمام هدف آی سی تی سنتر همی است که اول در حوال تمام پانزای ها را در وسط پانتون با خود وصل بکنه و در قدم دوم پانتونای افغانستان را با هم دیگر وصل بکنه و در قدم سوم پانتونای افغانستان و پانتونای منطقه و جهان وصل بکنه. اگر به مثال برتان بگویم که یک استاد بتانه یا یک محصل بتانه یک کورس را از طریق آی سی تی سنتر بتانه از امریکا بگیره، از کورس های آنلاین بگیره. سال 2016 بدین سو موفقانه HEDP تانسته 7 آی سی تی سنتر رو به همکاری ریاست آی تی تحصیلات عالی ایجاد نماید که پنتونایی که از مراکز آی سی تی مستفید شدن عبارت از پنتون شهید ربانی، پنتون فاریاب، همچنان خوست، پکتیا، تخار و غزنی می باشند. قسمی که شما مشاهده میکنین با ایجاد مرکز آی سی تی بیشترین چالش های این حال تحصیلی از نقطه نظر تکنولوژی معلوماتی مرفوع گردیده و ما میتونیم که در آینده خدمات مؤثر را از آدرس این مرکز برای استادان، کارمندان و مسئولان این پانتون ارائه نماییم. روزی که مرکز آی سی تی پانتون طبی کابل افتتاح شد، ما قرارداد امرای پانتون طبی کابل داشتیم که قرار بود اولین ریسرچ بخش کلینیکی بین یونیورسیتی بریتیش کلمبیا و پانتون طبی کابل اینجا برای پردیم و ما این ریسرچ انجام دادیم در نمی مرکز. نتیجهش بسیار عالی بود، کیفیت کمپیوترهایشان، سرعت اینترنتشان، اتاقایی که جور کردن، ترتیبات گرفتن، این یک دروازه نو را برای پانتون طبی کابل باز میکنه که آینده میتونن بسیاری چیزهای آنلاین در سطح دنیا در اینجا دانلود کنن، تستای آنلاین از طریق کامپیوتر آغاز کنن، کورسای تافل یا آیلز یا دیگه پروگرام ها را در اینجا مرکز چجور کنن و در پولیزی امتحانای مدیکل طبی دنیا را یو ای سی ملی را کنیدین ایوالویشن اگزام و استرالین ایوالویشن اگزام و اوتوگپا را اینا میتونن که این مرکز به این عظمت که من این مرکز دیدم میتونن که این یک مرکز بسیار خوب باشه که پوانتون طبی کابل با پوانتون های مختلف دنیا کنکت کنن و این سبب ارتقای ظرفیت از نگاه طبی بگویم برای ارتقای ظرفیت پانتون طبی کابل دکترهای آینده از این مملکت یک خبر بسیار خوب و یک کار عملی بسیار نیک است. ارتقای مهارت‌های مسلکی و علمی استادان. برنامه انکشاف تحصیلات عالی در این بخش دو هدف عمده را دنبال می کند که این اهداف عبارت است از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقطع ماستری و دکترا به استادان پوهنتون های دولتی و همین طور بخش تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت دانش و مهارت های مسلکی استادان می باشد. بلا برخه دی ایچی دی پی اغداده چه یو غط مشکل افغانستان پس سطح بانده اغده خپل دی کالا پوری لیسانس و لیسانس تای درس ورکو یا به ماستر و ماستری تای درس ورکو برنامه تای افغانستان پا پانتونونو که او باید چه هر استاد چه لیسانس برنامه تا تدریس که حداقل باید ماستر رو سیگی او اگه استاد چه ماستری تا تدریس که باید دکترا رو سیگی یا پیجدی رو سیگی مو پانتونون اگه بهترین پانتونون چکم پا منطقه که دی لکه پا مالیزیا که چلور پینزه پانتونون اغا خطرین پانتونون سره مکتفاهم نامه امضا کرده او په هندوستان کې درې چلور پانتونون سره مکتفاهم نامه امضا کرده دیو پینزه و شپگو پانتونون سره په تایلند کې مکتفاهم نامه امضا کرده چه اغا پانتونون هم د نړۍ په سطح او هم د منطقه په سطح په ډیر ښه رنکینګ کې یا په ډیر ښه موقف کې فعلا قرار لري. کوم مملکتونو نمونه چې واخیستل منګا په تعداد د درویش پانتونو سره اوس ایمویل رو چې دا د دوړو هم د وزارت تحصیلات عالی له خوانه هم د مختلفو پانتونو سره منګا ایمویګانې لرو چې په تعداد د درویشتو کې دي دا ساین دي منګا همدغه درویش پانتونونه چې ایمویګانې لرو دې ته منګا محصل
لیگو او خپاغه باندې او ټول هغه امتیازات چې انټرنیشنل محصل ته دي هغه زمونږ افغان محصلینو ته هم دي. درې استادان یې واردونه اخیستي دي زمونږ چې اوس سږکال یو استاد یو آی ټی ایم ته ځي دی. هغه لپاره د کومه برنامه چې دا یو ټی ایم جوړه کړې ده یو آی ټی ایم د هغې لپاره برنامې ته ځي. مونږ د ماسټرۍ په دوره کې چې د 2014 څخه تر 2013 کال پورې وه په خپله ماسټرۍ برنامه کې مو ډېر څه زده کړل، د استادانو څخه مو تجربې ترلاسه کړلې او په نړیواله سطحه باندې چې کوم معیارونه په تدریس کې په کار وړل کېږي د هغو څخه مو زده کړه وکړله. هغه څه چې مونږ 2013 کال کې خپل هیواد ته راستون شو، په خپل پوهنتون کې مو وظیفې ته ادامه ورکړې ده او هغه تجارب چې هلته مو ترلاسه کړي هغه مو ډیر ښه شکل سره تطبیق کړی دی. هم سپاسگزاری کنم از HEDP و ای برنامه که وزارت تحصیلات عالی بر ما در نظر گرفتن. ما توانستم با استفاده از این بورسیه مراحلی که وجود داشت کامیاب شوم و بعدش عازم کشور مالیزیا شدم و مدت یک و نیم سال دوره ماستری خود اونجا سپری کردم و ختم ساختم. البته ایره باید یادآوری کنم که در جریان از این برنامه یک و نیم ساله خود بر علاوه مصروفیت های برنامه درسی با استفاده از این برنامه تانستم 4 مقاله بین المللی در کشورهای مختلف که کشور هندوستان است، کشور مالیزیا است و همچنان کشور ایالات متحده آمریکا است به نشر برسانم. البته مقالات را که بر شما گفتم در جورنال های بین المللی به نشر رسیده و فعلا به قسم آنلاین در گوگل به دسترس همه قرار دارد. بر علاوه از این برنامه ها تانستم در یکی از کنفرانس های بین المللی در بین 13 کشور جهان اشتراک کنم و مدال بهترین پیپر یا مقاله علمی را به دست بیارم. البته برنامه که اشتراک کردم تا جایی که من ارزیابی میکنم خیلی یک برنامه مفید بوده و توانایی های تدریس مرا بلند برده و فعلا من میتونم که از این برنامه های کاموختیم، درس های کاموختیم در صنف های خود در افغانستان تطبیق کنم. برنامه انکشاف تحصیلات عالی در کنار دیگر برنامه ها برای بلند بردن ظرفیت علمی و مسلکی استادان در بخش های تدریس و رهبری نیز برنامه های با اهمیت را انجام داده است. کال را پدیخوا دلور از دکلو پراختیایی پروگرام لطلور سو زیاد تخنیکی کارکون کی پا بلا بلا برخو که روزه لیدیم چې کابو یو سلو شپیته کسان د کتابتونونو په برخه کې روزل شوي دي، یو سلو درې پنځوس کسان د لابراتوارونو په برخه کې او همدارنګه له پنځوسو زیات کسان د آی سی ټي په برخه کې روزل شوي دي. زموږ وروستنی امپاکټ اسسمنت یا د تاثیراتو ارزونې څېړنې وښودله چې دا روزنیز پروګرامونه تر ډیره مثمر او مفید تمام شوي وو. زموږ اوس اکثره تکنیشنان کولای شي هغه وسایل چې هغه خراب وو او له کاره غورځېدلي وو هغوی په لابراتوارونو کې ورغوي او همدارنګه له استادانو او زده کوونکو سره د تحقیقي یا د څېړنیزو کارونو په مرسته کې مرسته وکړي. بعضی ټیسټونه دوی کولای شي اوس او همدارنګه هغه وسایل چې په هغې باندې ټیسټونه کېږي هغوی دوی کولای شي کار ته آماده کړي او یا هم که چېرته خراب وي هغه ورغوي. تقویت رهبری، تضمین کیفیت و اعتباردهی. تمرکز کلی این بخش روی موضوع ارتقا و توسعه سیستم تضمین کیفیت و اعتباردهی است. اما این روند از سوی برنامه انکشاف تحصیلات عالی چگونه انجام شده است؟ مهم کامپوننت چی موگ لرو اقا ده تضمین کیفیت و اعتباردهی ده. یو نوع علم ده افغانستان ده پارا چه معمولا پا 2012 که ده ایدیا را اغلال دلور زکر وزارت تا اغا وقت ده شب پروژه و او بل ده یو سایدی ده پروژه ده خوانه چه هپ نومیده ده اقا ده خوانه اولین زل ده پارا دا کوالټی اشورنس الته یو ایډیا وزارت ته راغله. افغانستان په تاریخ کې اول ځل دپاره څو پوهنتونونو اعتبار واخیسته چې هغه شپږ پوهنتون وو، کاردان پوهنتون وو، امریکایي پوهنتون وو، کاتب پوهنتون وو، قندهار پوهنتون وو، د کابل پوهنتون وو، طبي کابل طبي پوهنتون وو. دا شپږ پوهنتونونو چې درې خصوصي وو درې دولتي دی اول ځل دپاره اعتباردي واخیسته. تضمین کیفیت او اعتباردهی په برخه کې چیلیکوی برنامه ډیر زیات فعالیتونه ترسره کړي دي او محسوسې لاسته راوړنې هم لري. په عموم کې HEDP د تضمین کیفیت په برخه کې په دوو
مسائلو باندې زیات تمرکز کړه، یو داخلي تضمین کیفیت ته په پوهنتونونو کې، او بل خارجي تضمین کیفیت ته څه اعتبار دهي هم ورته وایي. په داخلي تضمین کیفیت کې تر اوسه پورې په 1300 پوهنتونونو کې HEDP برنامې په همکاري سره وزارت د لوړو زده کړو وزارت داخلي تضمین کیفیت واحدونه ایجاد کړي دي. دغه واحدونو کې یو منظم او دفترونه ورته جوړ شوي دي، ټول دفتري امکانات ورته برابر شوي دي، تخنیکي همکاري شوي ده تر څو پورې دغه واحدونه د تضمین کیفیت په برخه کې خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. ورسره د دغه داخلي تضمین کیفیت واحدونو مسؤلینو ته مالیزیا کې ټرینینګونه ورکړل شوي تر څو پورې دوی پوه شي یو داخلي تضمین کیفیت کم کارونه ترسره کوي. په خارجي تضمین کیفیت کې هر کال یو څو نفره د افغانستان له پوهنتونونو څخه د آزاد رقابت له لارې انتخاب کیدل، او درې کاله د مالیزیا هیواد کې ورته د افریقایي ظرفیت برنامې په نظر کې نیول شوي. تر اوسه پورې 8 خصوصي او دولتي پوهنتونونه د اعتبار دهي لپاره د همدغه تخنیکي بیاکتونکو لخوا کتل شوي دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې 6 پوهنتونونه ګریډ اے اکریډیټیشن اخیستی ده، 15 پوهنتونونو ګریډ بي اکریډیټیشن اخیستی ده، او یو پوهنتون هم ګریډ سي اکریډیټیشن اخیستی ده. له دې سره د تضمین کیفیت په برخه کې موږ د تضمین کیفیت او اعتبار دهي د ریاست لپاره یو مستقل ویبسایټ جوړ کړو. دغه ویب سایټ ټول هغه لازم اسناد او لارښودونه او نور معلومات له پوهنتونونو سره شریکوي، او هم دغه د اعتبار دهي نتایج هلته اپلوډ کیږي تر څو ټول هیوادوال وپوهیږي چې کوم پوهنتون کوم لیول اکریډیټیشن اخیستی ده. د پوهنتونو د کیفیت له لحاظه دی مطمئن تضمین کیفیت او اعتبار دهي د بهبود او پرمختګ لپاره موږ له یونسکو سره هم یو قرارداد امضا کړی ده. دوی راسي او دلته د افغانستان کې د تضمین د لوړو زده کړو د تضمین کیفیت او اعتبار دهي سیسټم وارزوي، او د دوی له ارزیابي وروسته وزارت ته او د افغانستان حکومت ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي تر څو پورې څنګه وکولای شو دغه تضمین کیفیت واحد تضمین کیفیت او اعتبار دهي سیسټم له نړیوالو او منطقوي سټنډرډونو سره هماهنګ. زه د ننګرهار پوهنتون د داخلي واحد مسؤول په توګه د ننګرهار پوهنتون د علمي چارو مرستیال او د لوړو زده کړو وزارت د اعتبار لاسته راوړنې ریاست او د ایچ ای ڈی پی پروجیکټ سره په ګډه د ننګرهار پوهنتون د کیفیت او ظرفیت لوړونې لپاره هڅې کوم. په نوموړې برخه کې زه د لومړي ځل لپاره په 2018 کال کې د مالیزیا هیواد په ملیشین کوالیفیکیشن ایجنسۍ کې د هغه پلاوي سره ګډ وروزل شوم چې د بهرنیو پوهنتونونو د ارزونکو په توګه او د پوهنتون کې د داخلي واحد مسؤل په توګه به د افغانستان لپاره په راتلونکي کې دندې پر مخ وړي. موږ په ننګرهار پوهنتون کې د انټرنل کوالټي اشورنس یونټ یا د تضمینی کیفیت داخلي واحد تر عنوان لاندې یو اداره لرو، او نوموړې اداره د لوړو زده کړو وزارت د ایچ ای ڈی پی پروجیکټ له لارې تجهیزیږي او ټولې اسانتیاوې ورته د هغوی لخوا برابرېږي. د لوړو زده کړو پراختیایي پروګرام د پراختیایي څېړنیزو کارونو په برخه کې هم د پام وړ کارونه ترسره کړي. د دې کارونو اصلي موخه په پوهنتونونو کې څېړنیز فرهنګ ته وده ورکول دي چې په ترڅ کې یې نوي نوښتونه او پراختیایي فرصتونه په ګوته او د پلي کولو لپاره یې لاره هواره شي. د همدې موخې لپاره د لوړو زده کړو پراختیایي پروګرام تر دې مهاله له 150 زیاتې څېړنیزې پروژې د پوهنتونونو قادري استادانو ته ورکړي چې زیاتره یې بشپړې شوې او مقالې په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. او د علمي څېړنو په برخه کې ده چې موږ وکولای شو د افغانستان په پوهنتونونو کې یو ښه د څېړنیز کلتور رامنځته کړو، او چون د افغانستان پوهنتونونو اوس هم د ریسرچ نه یا د څېړنو نه ډېر شاته پاتې دي.
وزارت تحصیلات عالی از طریق برنامه انکشاف تحصیلات عالی با همکاری مالی بانک جهانی از سال 2016 تا به الحال حدود 140 پروژه تحقیقی علمی را کمک مالی یا تمویل مالی کردن که این تمویل برای استادهای محترم هستند که هر سال استادا پروپوزل روان میکنن، وقت البته مشخص است که از طرف وزارت اعلام میشن، بعد از او نظر با متمپلیتی که برای تحقیق است، نظر با متمپلیت استادهای محترم پروپوزل خود روان میکنن، کمیته تحقیق در سطح وزارت او رو ریویو میکنه و از بین 100 الی 200 300 پروپوزلی که برای ما میایه استادا نظر با تعدادی که ما برای مسال مشخص انتخاب میکنیم پروپوزل ها را انتخاب میکنن، بهترین پروپوزل ها را. اصل هدف از این کامپوننت یا تحقیق فقط این بوده که در پوانتون ها چه دولتی باشه چه خصوصی بین استادای محترم موضوع فرهنگ تحقیق علمی ترویج شود، استادا اهمیت زیر بفهمند، استادایی که توانایی دارد تشویق شوند تا تحقیق انجام بدن و در از طریق پروژه تحقیقی گروپی استادایی که اوقدر آشنایی ندارند در تحقیق با استادای ورزیده و لایق اینا در گروپ های یک جا میشن و تحقیق انجام میدن و میشکن سایر استادا هم همکاری همراهشان صورت میگیرد تا در بخش تحقیق آشنایی داشته باشند. آدم حسین سعیدی هم در کندال پانتون در شوان و روزن پانزه در میلوژی در چنگ استاز و در پانزی ماوین در نمری زل در پال آزه و توانیدم چی در چی دی پی در طریق دو پروپوزلون فرنت لاسه کم چی یو پکشی انفرادی سردن و او بلچی و کپل گروپی سردن و در دوار سردن از ما دخوا و از ما در همکار در خواست خطر سویدی او زه د ایچ ڈی پی د ادارې څخه ډېره مننه کوم. زما سره په دې حق له مرسته وکړل چې د لومړي ځل لپاره ما دغه څېړنه په کندهار کې ترسره کړله. خوشبختانه زه وتوانېدم د هغه څېړنیز مهارتونه چې ما مخکې نه وو ترلاسه کړي د دغو فنډ د ترلاسه کولو په واسطه ما ترلاسه کړله. زه وتوانېدم چې دوه مقالې په انټرنیشنل جورنالو کې په ډېر ښه معتبر انټرنیشنل جورنالو کې چاپ کړم. د هغه څخه وروسته تقریبا 15 نور مقالې زما د چاپ شو. د دې ټوله انګیزه او همدارنګه د دې ټوله تقویه چې وو د ایچ ای ډی پی د ادارې له خوا سره امروز د پوهنتون هرات یک مرکز مشخص برای تعمیرات داره که با کمک دفتر محترم HEDP و بانک جهانی احداث شده. این تعمیر به زیربنای دو طبقه تأسیس شده که ما زیر مجموعه مختلف یک مرکز تعمیرات در اینجا فعالیت میکنن و یک از خوبی های بسیار عالی از او که هسته این است که قبلا پوهنتون هرات یک مرکز مشخص برای تعمیرات نداشت، تنها یک اتاق کوچک بود، اما فعلا ما یک مرکز مشخص با زیربنای بسیار وسیع و اتاقهای مجهز که میتونه تمام فعالیت های تحقیق در بخش ترنینگ ها جلساتی که در بخش تحقیقات هست اونا رو انجام بدن و با ایجاد مرکز تحقیقات ما توانستیم که انسجام تحقیقات رو بیشتر انجام بدیم. شورای تحقیق که از جلسات ما به صورت دوامدار صورت انجام بگیره، کمیته های تحقیق در صد و پانزه های تاسیس بکنین، کمیته تحقیق محصلان رو تاسیس بکنین و بررسی کمیته که میتونه بررسی پروپوزال ها و آثار تحقیق استادان در این مرکز اونا انجام بدن و بعد از تاییدی به وزارت ارسال بدارن و مسائل دیگه مربوط به برگزاری ورکشاپ ها، سمینار هایی که در صد پانتون صورت میگیره همه با همکاری و هماهنگی مرکز تحقیقات است که این خوبیه است که یک انسجام مشخص در صد پانتون ایجاد شده و به همه مشخص و واضح است که یک مرکز واحد در صد پانتون وجود داره. HEDP یا برنامه انکشاف تحصیلات عالی از زمان تأسیس تا امروز اهداف مشخص و تأثیرگذاری را دنبال کرده است و پس از این نیز برای بهتر شدن نظام تحصیلی، رشد و توسعه افغانستان تلاش خواهد کرد. چطور تنظیم کردیم در وزارت تحصیلات عالی فعالیت‌ها را؟
اصلا می خود یونیتی که ما داریم، می خود تیمی که امرای ما کار میکنه در حدود 32 نفر است که برای هر تیم اکادمیک ما یک منیجر داریم، یک سینر منیجر، و این منیجرها را استافی که استخدام میکنیم از یک پروسه مطلقا شفاف ما استخدام میکنیم و همیشه پشت از این میگردیم یا در تلاش از ایستیم که بتانیم امو کریم که موجود است در میرشته ها او را جمع کنیم در از مارکت افغانستان و کارمندان مسلکی را بتانیم داشته باشیم. به این اساس در سال 2015 که وقت تشکیل نو ایجاد شد، نظر به تشکیل ما تانستیم که در حدود نو بست عمده از این اداره را نفرهای مسلکی را استخدام بکنیم که در اون منیجرها بود که در خوشبختانه در حدود 9 نفر از همکارای ما که بعضشان فعلا موجود است و بعضشان حالا در دیگه جای وظیفه داره از فول برایترها بودن و کسایی که از امریکا ماستری خود گرفته بودن و با اسکالرشپ رفته بودن، پس آمده بودن و تجربه کافی داشتن، ما اینا را جذب کردیم در HEDP و خوشبختانه که همین تیم بود که ما تانستیم تمام اهداف مهمه یا اهداف ملی را بر افغانستان به دست بیاریم و این پروسه فعلا ما ادامه داره. کوشش میکنیم که تیمی که همراه ما کار میکنه باید مسلکی ترین اشخاص مارکت افغانستان باشند.